بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی پیشکش می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. گذری بر زندگی و کارنامه های بارق شفیعی، شاعر، روزنامه نگار و سیاستمدار. زندگی نامه محمد حسن بارق شفیعی، فرزند محمد شریف، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمداران برجسته افغانستان در عصر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و شمار می رود. او در کنار شعر و شاعری مسئولیت های بزرگ سیاسی کشور را پس از روی کار آمدن حزب خلق نیز به عهده داشته است. هرچند او باشنده اصلی ولایت لغمان و متعلق به تاجک های این ولایت بود، اما در سال 1310 خورشیدی در شهر کابل پا و هستی گذاشت. بارق شفیعی از رشته ژورنالیسم مکتب شبانه کابل و کورس عالی ژورنالیسم این مکتب فارغ التحصیل گردید و پس از آن مدرک کارشناسی یا لیسانس خود را از رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به دست آورد. همچنان در رشته های ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ و اقتصاد به صورت خصوصی مطالعه کرد و دانش خود را تکامل بخشید. بارق شفیعی از بنیانگذاران و مشوقان بزرگ شعر نو در افغانستان به شمار می رود. مجموعه شعر او زیر نام استاک یا شاخه نورسته که در برگیرنده اشعار نو ایشان است، از جمله نخستین مجموعه های شعر نو فارسی در افغانستان به شمار می رود که در سال 1342 خورشیدی منتشر شده و انقلاب بزرگ در شعر فارسی افغانستان پدید آورد. با این همه بارق شفیعی در حوزه شعر سنتی نیز فعالیت دارد و اشعار سنتی زیبایی نیز سروده است. بارق شفیعی سالهای آخر عمرش را در آلمان سپری کرد و در روز شنبه 23 دلو یا بهمن سال 1395 خورشیدی در سن 85 سالگی و علت بیماری که داشت در همانجا درگذشت. کارهای دولتی و سیاسی بارق شفیعی در طول مدت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و حتی قبل از آن مسئولیت‌های بزرگ فرهنگی، سیاسی و دیپلماتیک کشور را در داخل و خارج از کشور عهده‌دار بوده و فعالیت‌های ارزنده‌ای انجام داده است. در جوزای سال 1333 خورشیدی به حیث عضو مدیریت انجمن تربیه افکار در ریاست مستقل مطبوعات گماشته شد. در سال 1335 خورشیدی مأمور ریاست انحصار دولتی بود و در ماه دلو سال 1336 خورشیدی به خدمت عسکری رفت. در سال 1339 خورشیدی مدیر مسئول مجله دو هفتگی ننداره در ریاست مستقل مطبوعات بود و در سرطان سال 1341 خورشیدی نیز در همین ریاست به حیث معاون مجله هفتگی جواندون تعیین گردید. در سال 1344 خورشیدی به حیث مدیر مسئول مجله دو هفتگی پشتون ژغ، ارگان نشراتی رادیو افغانستان کار کرد و در ماه حوت همین سال بر اساس فیصله کمیته مرکزی حزب خلق از ادامه مأموریت در دستگاه دولت دست کشید و به حیث مدیر مسئول جریده خلق نخستین ارگان نشراتی این حزب گماشته شد و همزمان با عضویت کمیته مرکزی حزب خلق نیز پذیرفته شد. بعد از مصادره جریده خلق از طرف دولت وقت تا پیروزی انقلاب ثور به حیث عضو حرفوی کمیته مرکزی و عضو هیئت تحریر جریده پرچم، دومین ارگان نشراتی حزب خلق ایفای وظیفه کرد.
در سال 1356 خورشیدی در کنفرانس وحدت حزب با عضویت بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب خلق انتخاب شد. بارق شفیعی با پیروزی انقلاب ثور سال 1357 خورشیدی با حفظ مقام عضویت بیروی سیاسی به حیث نخستین وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان نیز مقرر شد و در حمل سال 1358 خورشیدی به صفت وزیر ترانسپورت گماشته شد. بعد از پیروزی مرحله نوین انقلاب و تاریخ 6 جدی سال 1358 خورشیدی همزمان به حیث عضو کمیته مرکزی حزب خلق و عضو شورای انقلابی این حزب مقرر شده و در عین زمان به حیث مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس زئون شمال غرب کشور نیز ایفای وظیفه می کرد. از جوزای سال 1361 خورشیدی و عضویت شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی پدروطن انتخاب و به صفت معاون اول شورای مرکزی این جبهه نیز مصروف کار بود. بارق شفیعی در ماه اسد سال 1364 خورشیدی به صفت مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در طرابلس لیبیا تعیین گردیده و در جوزای سال 1365 خورشیدی تبدیلاً به حیث مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در مسکو مقرر شد. بارق شفیعی عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان و عضو کمیته رهبری شعر در این انجمن نیز بود. شفیعی شاعر، نویسنده، ژورنالیست و سیاستمداری است که تاکنون از او 4 مجموعه شعر به نامهای استاک، شهر حماسه، شیپور انقلاب و میلاد انقلاب در کابل و 1 مجموعه به نام دورانساز در تاجیکستان به چاپ رسیده است. او در زمینه‌های ادبیات، فلسفه، سیاست و اقتصاد 10 اثر و نوشته دارد که در مطبوعات داخل و خارج از کشور از جمله اتحاد شوروی، ایران و کشورهای سوسیالیستی چاپ و نشر شده است. بارق شفیعی در سال 1345 خورشیدی قبل از انقلاب با اشتراک در مسابقات ادبی 2 بار با اخذ جایزه ادبی رحمان بابا نائل گردیده است. در سال 1365 خورشیدی به خاطر کارهای انقلابیش در جهت تحکیم روابط دوستانه بین شاعران و نویسندگان از طرف اتحادیه نویسندگان شوروی سپاسنامه به دست آورد. او همچنان در جریان کار دومین کنفرانس سراسری حزب خلق در میزان سال 1366 خورشیدی و عقد نشان افتخاری جمهوری خلق افغانستان نائل آمد. بارق شفیعی در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله جمهوری های اوکراین، ازبکستان و تاجیکستان وظایف رسمی انجام داده و همچنان در کشورهای مانند مجارستان، چکسلواکیا، آلمان شرق، هلند، فرانسه، ایتالیا و ایران و غرض ایفای وظایف رسمی سفرهای انجام داده است. او در این سفرها با مراکز ادبی کشورهای نامبرده تماسهایی گرفته و با برخی از شاعران و نویسندگان برجسته آن کشورها مذاکرات انجام داده و با ایشان و مبادله تجارب و آثار نویسندگان یکدیگر داخته است. شعر و شاعری بارق شفیعی. بارق شفیعی در سال 1333 خورشیدی با نخستین سروده هایش به سرزمین شعر و شاعری گام گذاشت و رفته رفته او به یکی از شاعران ضد نظام تبدیل شده و در صف نخستین شاعران مقاومت در برابر نظام شاهی آن زمان ایستاد. شعرهای او در آن روزگار با جنبش روشنفکری چپ آمیخته بود
شاعر نظام را نمی‌پذیرفت و در چارچوب بینش‌های سیاسی خود هواخواه پایه‌گذاری نظامی بود که در واقع مدینه فاضله او شمرده می‌شد. بارق شفیعی با سرودن و نشر اشعارش در دهه 40 خورشیدی نه تنها در حلقات فرهنگی کشور به حیث یک شاعر نوگرا و مدرن شناخته شد، بلکه او در ردیف شاعران سیاسی سرای افغانستان نیز جایگاه قابل توجهی پیدا کرد. سروده های او نه تنها از نظر محتوا در جایگاه بلند آثار ادبی قرار دارد، بلکه از نظر ساختار و تلاش های شاعر برای رسیدن به سرزمین های گسترده شعر آزاد یا نیمایی نیز قابل توجه بوده است. این که در آن روزگار بارق شفیعی در نیما سرایی و سایر قالب های آزاد شعر فارسی چقدر موفق بوده است امر دیگری است. اما این نکته روشن است که گزینه شعری او به نام استاک نخستین مجموعه شعری مستقلی بود که در سال 1342 خورشیدی به نشر رسید. بیشترین شعرهای نشر شده در استاک در قالب‌های شعر نیمایی و آزاد سروده شده‌اند. بدین گونه بارق شفیعی از نخستین موج شاعران نیمایی سرا در افغانستان است و او با همین گزینه بود که به شهرت گسترده‌ای در میان شاعران و فرهنگیان دست یافت. کودتای هفتم ثور سال 1357 خورشیدی نقطه عطف است در شعر و شاعری بارق شفیعی. نقطه عطف از آنجاست که شاعر از شعر مقاومت به شعر رسمی و دولتی برگشت کرد. بارق شفیعی در سال 1349 خورشیدی پیش از پیروزی کودتای هفتم ثور شعری سروده بود زیر نام نفرین. او در این شعر به نظام نفرین می‌فرستد و به رهبر آن زمان در واقع واجب الاحترام غیر مسئول نیز نفرین می‌فرستد. دشمنی خود را با شاه و نظام او اعلام می‌دارد و در پایان از برپایی جهان خود و طلوع خورشید سخن می‌گوید. اما نکته قابل توجه اینجاست که وقتی خورشید پیروزی حزب خلق طلوع می‌کند، شعر او یکسر در خدمت رژیم حاکم قرار می‌گیرد. شاعری بارق شفیعی را می توان به دو مرحله مشخص دستبندی کرد. مرحله اول از آغاز شاعری تا کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی و مرحله دوم از کودتا تا امروز. شعرهای این شاعر از همان دهه 50 خورشیدی به گونه آمیخته با بینش‌های سیاسی ایدئولوژیک است. اما در مرحله دوم او به یک شاعر تمام عیار ایدئولوژیک و وابسته به حاکمیت و حزب بدل شد و دیگر همه هستی خود را در پیوند به ایدئولوژی خود بیان کرد. و زمان دیگر بارق هستی و زندگی و جامعه را از پنجره ایدئولوژی خود نگاه کرد. شاعر در چنین مرحله طیف نسبتاً گسترده خوانندگان شعر خود را از دست داد. با این همه زمانی که پای بررسی شعر معاصر افغانستان به میان می آید، به هیچ صورت نمی توان از کنار نام بارق شفیعی با بی‌اعتنایی گذشت. نه تنها نمی توان گذشت، بلکه نام بسیار بلندی نیز در شعر معاصر کشور دارد. هرچند بارق شفیعی در افغانستان بیشتر به نام یک شاعر سیاسی سرا شهرت داشت، اما با این حال او شعرهای تغزلی زیبایی نیز دارد. بارق در غزل سرایی نیز دست بلندی داشت و بر شماری از شعرهای او آهنگهای نیز ساخته شده است. چند نمونه شعر از بارق شفیعی. ای بی وفا برو که شبستان خاطرم دیگر نجای جلوه ذوق وصال توست. زاندم که پی با
براز نهان تو برده ام، کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست. رفتی دیگر میا که در این دل نجای توست، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. می خواستم ده پرتو پندار تابناک دور چراغ خلوت اندیشه ام شویم. می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو تا آخرین دیار خدا هم رحم روی. اکنون بخیش گریم و بر آرزوی خیش، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. در آسمان روشن اشعار دلکشم دیگر نتابد اختر چشمان مست تو، گردیده چهره ات و غباری گنه نهان، خاموش گشته شمع محبت به دست تو. دیگر تو آن ستاره رخشنده نیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. گذاشتم تو را به هوسهای شوم تو، پنداشتم چونین که نی آشنای من. شبها برو به خلوت دیوان پارسا، بر هر لبی که خواست دلت بوسه ها شکن. دیگر تو آن فرشته آرینه نیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. این بعد بر مزار تمنا کنم فغان، آینده را و ماتم بگذشته نسپرم. دامان دل و عشق غمت شست و شده هم و سینه داغ مهر تو را پاک بسپرم. دیگر نه اعتماد و هر بی وفا کنم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. و این سروده زیبای دیگر. ای وطن، ای وطن، گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن، مادر دردآفرین، هستی ما ای وطن، زاده دامان تو، جان و دل ما وطن، هر دو رنگان تو. رو بودی و نسل نو، موج خروشان تو، ستاره پیش رو، گوهر تابان تو. اختر پرتو فگن، فکر جوانان تو، دانش ظلمت شکن، مهر درخشان تو. جان کنم و سر نثار و روز میدان تو، بس پی این افتخار جان من و جان تو. ای وطن، ای وطن، گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن، مادر مرد آفرین. و یا این سروده زیبای دیگر. ای کارگر، ای نیروی بالنده جاوید، خوش باش که باز اختر اعمال تو تابید. ای رنگ بر، ای کار تو سازنده دوران، دوران ز تو و قدرت جاوید تو بالی. برخی که با موج قوی پنجه کنن نرم، قومی که ز طوفان حوادث نهراسید. زین گونه دلیرانه عمل کردن بیباک، باید با تو و همت والای تو نازی. ای کارگر، ای نیروی بالنده جاوید، خوش باش که باز اختر اعمال تو تابی. و یا این سروده زیبای دیگر. دوش از کاخی بلند با شکوه خنده های دختران می پرست، قلقله پی در پی مینای می با صدای ساغر مردان مست. در فضای بیکران پیچیده بود، لیک دانی حاصل این بزم چیست؟ دورتر در دامن ویرانه ها
در میان کلبه های بی امید از درون روزن ویرانه ای بر فلک می رفت آهنگ عزا. کودکی از گشنگی جان داده بود، بیوه بر نعش او خون می گریست.